بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب بحث دیگری که در باب صفات امام داریم بحث افضلیت. در باب افضلیت چند محور مورد بحث و بررسی قرار گرفته که اولین محور این است که ببینیم اقوال متکلمان اسلامی در این باره چیست. اقوال متکلمان همونطوری که در کتاب هم آمده است، اقوال متکلمان به چهار دسته قابل تقسیمه. قول اول افضلیت شرط صحت امامت است به طور مطلق، تو این دیدگاه شیعه است. قول دوم افضلیت شرط صحت است در شرایط عادی، از همین قول منتها مطلقا نیست، هر شرایط عادی. این دیدگاه گروهی بسیار را طبق تفتازانی میگوید کثیری بسیاری، دیدگاه بسیاری از اهل سنت. قول سوم افضلیت شرط ارجحیته، شرط اولویت، شرط کمال و اولویت امامت است. این هم دیدگاه معتزله. و قول چهارم افضلیت نه شرط صحت است و نه شرط کمال، هیچ گونه شرطیتی نداره. این هم دیدگاه ادعی از اهل سنت. این به لحاظ اقوال. در کتاب، در متن کتاب، این دیدگاه دوم از آقای باقلانی نقل شده. ولی پاورقی یک عبارتی هست، اگر ملاحظه کنید، تفتازانی این را گفته است قول معظم اهل سنت است. ذهب معظم اهل سنت و کثیر من الفرق الا انه يتعين للامام افضل اهل العصر الا اذا كان في نسبه هرج و هيجان و فتنن. این باقلانی به عنوان شخصیت تقریبا مطرحی و الا طبق قول ایشان این معظم اهل سنت و کثیری از فرق این دیدگاه را دارند. خب اون دیدگاه هم که ارجح و اولاست معتزله است. حالا البته در متن تعبیر هست ادعی از معتزله. دیدگاه چهارم هم گروهی از متکلمان هم از معتزله و اشاعره و دیگران. این به لحاظ اقوال. حالا دیگه در پاورقی هم منابعش را نقل کرد. خب بحث دوم این است که مقصود از افضلیت چیست، معنا و گستره افضلیت. این که در امامت میگوییم امام باید افضل باشه یا ارجح هست که افضل باشه، مقصود از افضلیت چیه؟ در اینجا هم دو تا معنا برای افضلیت بیان کردن. یکی افضلیت در کمالات نفسانی، کمالات و فضائل نفسانی. وقتی میگوییم امام باید افضل باشه، مقصود اینه که مثلا در علم و در قدرت و در شجاعت و امثال اینا افضل باشه. معنای دوم یا کاربرد دوم افضلیت، افضلیت در قرب به خداوند است. افضلیت در قرب خداوند و پاداش، اکثر و ثوابن، پاداش و اخروی. حالا کدوم یکی از اینها در امامت بحثه؟
افضلیت در این دو معنا به کار میره. اما کدام محل بحثه؟ آیون اهل سنت معمولا افضلیت در عبادت را در مقابل افضلیت در کمالات قرار میدن و یه امر نسبی هم میگیرند. مثلا میگن اگر فردی باشه که در کمالات برتر باشه، اونم نه در مطلق کمالات، در اون کمالاتی که به کفایت و مدیریت مربوط میشه، ولی در سایر این امور در عبادت و مثلا در بعضی علم و اینها افضل نباشه، میگوین مشکلی نداره، نسبی میکنن کار رو. ولی نظر شیعه، گرچه نیمدن این را خیلی همچه شفاف بگوین، اما از مجموعه عباراتشون به دست میاد که هر دو معنا مورد بحثه. از معنای مورد نظر لااقل بنویسیم شیعه، شیعه که قائل به افضلیت است هر دو معنا را میگوید، هر دو معناست. البته شاید دقیق تر این باشه که بگوییم و به عبارت دیگر، اینطور اگه بگیم دقیق تره، به عبارت دیگر بگوییم افضلیت در چه چیز؟ افضلیت در هر فضیلتی، در هر چیزی که کمالی که در امامت شرط است. طوری بگیم افضلیت در هر فضیلت و کمالی که در امامت شرط است. هر چی که شرط است افضلیتش هم شرط است. این میشه. حالا این که چه چیزهایی شرطه، اون هم بستگی به غایات امامت داره. چه چیزی شرطه؟ هر چیزی که غرض از امامت در گرو او هست. یعنی اگر تحقق اقراض امامت اینه که باید عالم باشه، پس عالم تر بودن شرط. اگه باید شجاع باشه، شجاع تر بودن هم شرط. اگر باید متقی باشه مثلا، هاکذا. این تمام اون چیزهایی که شرط هست و تفاضل برداره. مثلا حالا در عصمت دیگه نمیتونیم بگیم، بگیم عصمت شرط هست، عصمت تر بودن، معصوم تر بودن هم هست. نه، چیزایی که تفاضل درش میاد، مثل علم، اعلم، شجاعت، اشجع، تقوا، اتقا، عادل، اعدل. راجعه میفهمه؟ یا مثلا حالا اگر عبادت هم شرط شد، یعنی اگر گفتیم که اقراض امامت جوریه که امام باید فرد عابد باشه در پیشگاه الهی، مقرب باشه اصلا، خب اگر شرط هست تقرب اندالله، این شرطه اقرب و ناس اندالله بودنم باز شرط میشه. خلاصه محک و معیار اینه که ما اول ببینیم چه فضیلتی در چه کمالی در امامت شرطه. حالا هرچی هست افضلیت بعد از اون مطرح می شود. پس این بستگی به این مطلب داره. لذا نوعا عبارت علمای ما، حالا من نقل کردم تعدادی از عبارات و همین ازش در میاد، همین در میاد که در پاداش و اخروی در قرب الالله هم معتبره. نه اکثر و ثوابن، حالا اگر علمش بیشتر شد اکثر و ثوابنه، هم قربه به خدا یعنی پاداش بیشتر میبره دیگه. قربه به خدا یعنی پاداش بیشتر میبره. حالا هر کس علمش بیشتره معلوم نیست، چون که مسئله عبادت فقط به علم و اینها نیستش. علم نیست، شجاعت نیست. ممکنه یه آدمی خیلی شجاعت بالا داره، ولی که آیا شجاعت بالا داره اقرب و ناس عند الله هست؟ بله ممکنه، ممکنه مثلا در عبادت خیلی بالا باشه، چون عبادت هم به کمیت نیست. آخر عبادت فقط به کمیت نیست، کمیت به اضافه کیفیته. اگر اینجا باشه ثوابش بیشتره دیگه، اینطوریه. یعنی نمیشه اینا به هم دیگه به نظرم گره زد و از یکی به دیگری برای دیگری استدلال کرد. ولی دو استدلالی در ادلهی که علمای ما هم آوردن اینجورا نیستا. همه نقل کردیم ادلهشون را در هر دو قسمت. حالا ادلهشون را بررسی میکنیم ببینیم این فرمایش شما استفاده میشه یا نه. اگر شما بتوانید بگویید که البته علم تا علم هم داریم ما،
حالا این علم هایی که مثلا عالمان بالاحکام در امامت چه علمی شرطه؟ باید عالم به معارف و به احکام باشه، درسته؟ و اعلم الناس هم باشه، یعنی علمش بالفعل اجتهادی نیست، لدن نیست. آیا شما منطقا میفرمایید ملازمه هست اگر یک کسی اعلم الناس دل معارف بود یا بالاحکام بود اقرب الناس عند الله هست؟ نه، حالا اعلمش ها یکی اعلم، حالا اشجع الناس هم باشه. خب میدونه حالا این ملازم منطقی است، اعلم الناس بالاحکام، اشجع الناس فل فرمشاید که خطرها بر مسائل حساس مهم، نمیدونم چی بگیم دیگه. حالا این چیزا فرض کنیم که از حد الناس هست در امور زندگی، نه اتقن ناه هست گناه نمی کنه، میشه بعد بر این که اکثر الناس ثوابن باشه، چه ملازمه ای هست؟ نه ملازمه قرار هست کردم، این ثواب رو شما دقت کنید، حالا این آقایون اکثر و ثوابن رو مطرح می کنن، بیش از همه ثواب داشته باشه، ثوابش بالاتر باشه، چون ثواب یک امریست که به باطن انسان ها مربوطه، چون به کسرت نیست. این نمال اعمال رو به نیت ثواب ها، ثواب رو به نیت میدن. آیا اگر اشجع الناس بود یک شف از این که نیتش از همه بالاتره، خالصتره، از کجاش در میاد؟ نه، همش اعلم الناس، اشجع الناس، از هز الناس دلیل بشود که این در باطن و در نیت در مقام عبادت خالصترین عبادت را میکنه. چه ملازمه ای هست؟ حتی یعنی پریز داری پریز میکنه دیگه، گناه نمیکنه. ها اسمت رو زیر کنار، تنها صفتی که ملازمه داره، اتفاق همه تو بحث هم میه، آقایون به همین استدلال کردن، ازش میشود استفاده کرد اکثر و ثواباً اسمته. چرا؟ چون اسمت بیانگر این است که ظاهر و باطن یکیه، یعنی ظاهرش که برتره باطنش هم برتره. اینا ما از اسمت کشف میکنیم، اما از تقوا و نمیدونم از شجاعت و از علم و از اینجور چیزا کشف نمیتونیم بکنیم. منطقا ما باطنش نمیدونیم چی هست، ممکن است به خاطر انگیزه های دیگر بیشتر عبادت میکنه، بیشتر تلاش میکنه، نمیدونیم. اونی که ازش میشه کشف کرد اسمت بل اینطوره، یعنی از صفت اسمت بلا شک میشود اکثر ثوابن رو کشف کردن. یکی از ادله علمای ما هم همینه، بعد انشاءالله میرسیم. و در این حال استدلال ها رو ببینیم دیگه، که فرمایشه که آلمان نقل کرده. عرفی نیست، بحث عرف نیست. عرف چه خوری از ثواب چه خبر داره؟ عرف نه 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 اینجا نیست، اینجا بحث نیست، نه نه اینجا نیست، اینجا میخواد بگه قیامت خدا بیشتر ثواب میده. عرف چه میتونه اینا بگه؟ من عرف آخه در حوزه خودش، در حوزه خودش، در اموری که به ظاهر مربوطه عرف ملاکه، اما در اموری که به باطن مربوط است عرف چه ملاکیتی داره؟ هیچ ملاکیتی داره. عدالت یعنی همین حسن ظاهر. از کردم در امور ظاهری یه حرف شما درسته، اما در امور باطنیه این مسئله باطن اخرویه. چطور مثلا عرف میتونه ملاک باشه؟ نه خیر، این ملاک نیست. حالا صبر کنید دیگه، ما عبارات آقایون ادلهشون رو میبینیم، اینایی که هست من نقل کردم، اگر دیدید که کامل هست من دارم میپذیرم. خب حالا ابتدا برای اینکه مقدار ذهن دوستان نسبت به این عبارات بزرگان علمای شیعه معطوف بشود که نقل کردیم، میخونیم بعضیش رو. صفحه 188، صفحه 188، عبارت جناب نوبختی ابو اسحاق، آیه توکلی بخونید عبارت آیه نوبختی را، صفحه 188. بله، خب ایشان ملاحظه میفرمایید سه تا مطلب آورده، علم و شجاعت و زهد. این عبارتش صفت است، معلوم ذکر مثال نستاق نمونه است. عبارت سید مرتضی رو ملاحظه کنید، بفرمایید احسن ان یکون افضلهم. ببینید سید مرتضی فنی‌تر صحبت کرده، افضلهم
افضلهم را مطلقا آورده. حالا افضلهم فی العلم، فی الشجاعه، فی الزهد، هر چی که بفرمایید، فضائل، کل فضائل. بعد اکثرهم ثوابا را عطف کرده، جدا آورده، اینا مجزایی از اینا آورده. حالا ممکنه بگید عطف خاص مثلا بعد از عام، یا بفهمند آقای پولزایی میفهمند که نتیجه است مثلا. خب البته از ادله استفاده میشه یا نه. خب عبارت بله مرحوم مرتضی دوباره هم یه ادامه چیز نقل کردیم، اونم بفرمایید ملاحظه میکنید. این همون فضائله، میگه اونجا فهمود افضلهم ان یکون افضلهم، بعد گفت اکثرهم ثوابا، اینا داره توضیح میده اینجا. افضلهم یعنی اعلم الناس به احکام شریعت، اعلم الناس به وجوه سیاست، این مدیریت هم باید اعلم باشه، و تدبیر اشجام آورده، و منها یکی از این صفات اینه که اشجام باشه. خب اینم عبارت مرحوم سید مرتضی را، هم افضلیت هم اکثر و ثوابن. بعد در ادامه میرسیم به عبارت مرحوم حلبی ابو صلاح شاگرد سید مرتضی، میفهمد پیشوای امت اسلامی باید آگاهترین افراد به آیین سیاست و رهبری باشد، زیرا تقدیم مفضول بر فاضل در اون چه که فاضل بر مفضول برتری دارد قوی هست. بله خب ایشون هم مقدار کمی را آورده. بله حالا نه ادامهش بخوانیم. خود به همین دلیل، به همین دلیل یعنی تقویه ترجیح مفضول بر فاضل یا بر افضل، به همین دلیل باید برانان برتری داشته و از ثواب بیشتری برخوردار باشد، زیرا بزرگداشت وی بر امت واجب است و بزرگداشت گونی از پاداش است. برخوردار شدن از این بزرگداشتی مستلزم آن است که وی در پاداش بر همگان را بد می‌رسد. این که از ادله است، یعنی گن تعظیم الامام واجبه، و این تعظیم بدون اقرب عند الله یا اکثر ثوابا نمیشه. بعد دلیلش میاد بحثش بود. بله همینطوره دیگه، اصلا این مباحث بر پایه حکم عقل و حجیت عقل و سقوط عقل نسبی میشه، میشه افضلیت نسبیه. باشه افضل در همه صفات باید افضل باشه، بعدا نسبی میشه، اون یکی میشه در اون صفات افضل. این باید افضلیت مطلقه داشته باشه. در چه چیز؟ در صفاتی که او امام است یا شرط الامامت است. بله چیه دو؟ باشه اون دو دلیل نیست که اون طالوت برتر بود، زیر نظر او داره کار میکنه. نه 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 نیست، نه خیر، از اون جریان هیچ مطلب استفاده نمیشود. این مثل این است که بگیم امیرالمومنین و پیغمبر فرمانده جنگ میکرد، دیده است که ایشون افضل پیغمبره؟ ابدا. نه هیچ کس به پای پیغمبر، نه دیگه شجاعت اولا به جس مربوطه، چه به روحیه است. اون شجاعت دیگه نیست، شجاعت صفت نفسانیه. رب انسانی که جسم کوچکی داشته باشه شجاع باشه، رب انسانی که نه خیلی آدم تنومندی باشه، تناوری باشه، اما آدم ترسوی باشه، این شجاعت نارسه به هیکل و اینا نیست. حالا اگه ایام انتخابات نبود من میگفتم مثلا آقای احمدی نژاد جسمن کوچولوئه، ولی کن اشجع این روژه رجل سیاسی دوران ماست دیگه. خب حالا دیگه تبلیغات نه دیگه دوباره تبلیغ میکنه. عرض میشود خدمت شما که بعد میگوید یجب ان یکون عابدن زاهدن مبرزن فیهما علی کافت الرعیه، یعنی این که میخونیم به خاطر اینکه نکاتی در هر عبارتی هست. عابد باشه عبادت، زاهد هم باشه، مبرز باشه یعنی برجسته باشه، بارز برجسته شاخص. علی کافت الرعیه، چرا؟ خب این تعبیر زیباست، لکونهی قدوتن لهم. این عبارت بله تقریب المعارف هست، یعنی همون ابو صلاح. خب این هم عبارت خوبی، چون که قدوه اونا پیشوای اونا هست باید مقدم باشه. میرسیم به عبارت جناب خواجه نصیرالدین. عبارت خواجه نصیرالدین را جناب آقای توکلی بفرمایید. این عبارت را ملاحظه کنید، مرحوم خواجه ملاک میده. اول چند تا مثال ذکر کرد،
بعد می فهمد حاصلش این است که در اون چه از کمالات انسانی است باید برتر باشه، چون که بر اونا مقدم است، یعنی امام است، در این کمالات بر اونا امامت داره. بله، دلیلش رو بعد میگوید و درسته. اون وقت ایشان مرحوم خواجه نصیر در یک عبارت دیگری اون اقرب عند الله بودن را و اکثر ثوابا آورده، اون ادامه‌ش هم بفرمایید. بله، و همان دلیلی که اونجا گفته اینجا هم آورده. ملاحظه میکنید پس کمالات و صفات نفسانی را جدا مطرح میکنن، اقرب عند الله بودن و اکثر ثوابا هم جدا مطرح کردن. خود این که این آقایون جدا آوردن دلیل اینه که یه ملازمه ای ندیدن بین اینا و الا دیگه در یک اداد می آوردن. اکرمکم عند الله اتقاکم، بله گرامی ترین شما در پیشگاه خدا با تقوا ترین است. حالا اون تقوا را دیگه لابد بعدی جوری معنا کنیم که باطنم بگیره، فقط ظاهر نباشه، شاید اون اسمت و اینا بشه دیگه، اصلا برسه به مرز اسمت. اتقا اونی که ظاهر و باطن باشه به مرز اسمت میرسه دیگه، اون هم میشه گرامی ترین که میشن مثلا اولیای الهی، انبیا، ائمه اینا. خب اینا ماری ایشون. جناب ابن میسن باز عبارتی داره، فکر کنم عبارت ایشون هم راه گشاست. میگوید امام باید در همه آن چه که کمال انسانی نامیده میشود بر افراد امت برتری داشته باشد، زیرا وی پیشوای امت است و کسی که پیشوای دیگران است باید بر آنان برتری داشته باشد. پس ملاک را ایشون اون چی که امام در اونها امام است، در اون چیزایی که امامت مردم را داره. خب دلیلش هم که عقل حالا قد روشن میشه. این هم عبارت ابن میسم. باز علامه هلی، مرحوم علامه هلی در برخی از آثار کلامی خود که پاورقی چند تاش نام برده شده، مثل نهج الحق و ارشاد و طالبین، البته که ارشاد مال فاضل مقداد، اون نهج المسترشدینش مال علامه است که متنه، بله تذکرم داده شده، وجوب افضلیت امام را به صورت مطلق مطرح کرده، دیگه نگفته افضل در چیا و بعد گفت امام افضل باشه، در علم، در شجاعت، در ثواب هست، اینا چیز نگفته. ولی در برخی دیگر به افضلیت در فضائل و کمالات تفسیر کرده، گفته مراد اینه، تشمل مراد عبارتش همینطوریه، فهمونده است و یدخل تحت هذا الحکم کون الامام افضل فی العلم و الدین و الکرم و الشجاعه و جمیع الفضائل النفسانیه و البدنیه. یه خیلی توسعه داده ایشان اونجا مربوط به امامت باشه ها، اگر دخل داشته باشه، ما در این حدش رو قبول میکنیم، اگر دخالت داشته باشه در برآوردن غرض از امامت بله، اگر نه نباشه دیگه اون وقت شرط نیست. خب پس این شد ادهی از بسیار تعدادی از عبارات. و اما این که مراد از افضلیت چی هست، دیرم که دو تا عبارت نام کردیم، که از المنقذ یعنی سدید الدین همسی، که از المسلک فی اصول الدین مال صاحب شرایع محقق هلی، محقق اول صاحب شرایع، کتاب کلامی داره المسلک فی اصول الدین، چند تا رساله است، کتاب خوبی دیگه. خلاصه مقربتر بودن در پیشگاه خداوند و برخورداری از پاداش الهی، اکثر هم ثوابن اندالله، این یه معناشه. دو کونهو افضل من هم فی ظاهر، ملاحظه میکنید اینا تعبیر به ظاهر کردن، به ظاهر و فی ما هو متقدمون علیهم فیه، صفات ظاهری مثلا علم و مثلا شجاعت و اینا، و اون چه ایشون در اون تقدم داره، این امامت داره، در هر چیزی که خلاصه امامت داره و اون شرطه باید اولا باشه. محقق هلی هم گفته از افضلیت دو معنا دارد، یکی برخورداری از پاداش و اخروی بیشتر، باز تعبیر ملاحظه کنید، و دیگری برتری در ویژگی های آنچه که امام در آن امور پیشوایی مردم بر عهده دارد، مثل دانایی و شجاعت. در هر چیزی که ایشون امام و ناس است بایستی بر اونا برتر باشه. حالا آیا در ثواب هم مثلا در ثواب اخروی هم امام و ناس است؟ در ثواب عبادت ها، اما در ثواب چی؟ ثواب اکثر ثواب هم اون رو دیگاهانه مطرح کردم. اونی که خلاصه بیشتر در عبارات متکلمین شیعه مطرح شده و نقض و ابرام و فلان اینا داره، معنای اوله،
اون بیشتر محل بحثه. تو ذهن آدم هم همین میاد، اموری که مربوط به رهبری جامعه اسلامی علمن و عملا مربوط میشه. این راجع به اصل طرح موضوع بحث و اقوال. بله همین، یعنی حالا بریم راهی داریم احسن، یعنی اصلا بریم راهی هست یا راهی نیست. اصلا میشود ما کشف کنیم از یه طریقی که ایشون ثوابش بیشتره یا نمیتونیم کشف بکنیم؟ یا توی ادلهش میرسیم ایشالا چون جدا کردیم بحث را میرسیم. خب و اما اونی که مهمه، حالا برحال باید بیشتر روش یه بحث داشته باشیم و بهش مسلط باشیم، همون افضلیت در علم، افضلیت در شجاعت، افضلیت در زهد، افضلیت در ورع، امثال این چیزا. وقتی که میخواهیم مصداق شناسی بکنیم یا به درد میخوره. مثلا اگر گفتیم امیرالمومنین اعلم الناس بالاسلام بالاحکام بود، اقضى الناس بود، اشجع الناس بود، ازهد الناس بود، اورع الناس بود، اینا که میآورن مصداقها، اون وقت میشود او امام. اگر افضلیت در این صفات شرط امامت شد، مصداق شناسی اون وقت راحت میشه. بگوییم علیون افضل الناس ولی امام یجب ان یکون افضل فعلیون الامام. یکی از اصلا ادله اثبات امامت امیرالمومنین همینه، افضلیت. لذا بحث افضلیت برای ما آخر مهمه، برای شیعه، چون در مصداق شناسی راه گشاست. علمای ما هم عمده دلیلی که آوردن دلیل عقلیه. فرق بزنید کتاب را که مقداری جلو برویم. بله، عبارت مرحوم خواجه دیگه در متن تجرید عبارت خیلی جمع و جور و دقیق و حساب شده است. می‌فرماید و قبح و تقدیم المفضول معلوم ولا ترجیح فی التساوی. خب این استدلال ایشانه، و قبح و تقدیم المفضول معلوم ولا ترجیح فی التساوی. در واقع ایشون سه تا گزینه را طرح کرده که در توضیحش آمده، صفحه 193 گزینه ها را ببینید. 193. یک، امام برتر است بر مردم در علم و شجاعت و کفایت و سایر چیزا. دو، امام مفضول است، دیگران بر او فضیلت دارن. سه، مساوی با دیگران است، سه حالت داره، افضل، مفضول، تساوی. جناب خواجه نصیر میفهمد اون سومی چیز، دومیه که مفضول است، قبحش معلوم است. و قبح و تقدیم المفضول معلوم، یعنی اونی که مفضوله بیایم امام بکنیم بر اون کسی که افضله. عقل میگه این درست نیست، این بس روشنه که عقلا باطله. خب اگه مساوی شدن چی؟ لا ترجیح فی التساوی، میشه ترجیح بلا مرجح. کدوم امام باشه میشه ترجیح بلا مرجح؟ اونا یکیشون امام بود دیگه. نه، اونجا چون که امامت در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام، او دیگه حسب بالاخره اون نص الهی ها درسته. نگاه کنید، حالا اگر چنانچه ما دلیل خاصی داشته باشیم، منهای دلیل خاص یه جهتی داره، ما جهتش نمیدونیم. حالا اونجا دیگه طبعا تعبدی هست، ما نمیدونیم. اینجور در اون اراده مشیت الهی بالاخره تشخیص شده، صورت گرفته اینطوری. شاید افضلیت، بله اگر ما بخواهیم ترجیح بدهیم، آره ما که نمیتونیم ترجیح بدیم. ولا ترجیح فی التساوی، شما میفرمایید خب حالا ترجیح ما ندهیم، خداوند میخواد ترجیح بده. آقا اشکال از سال این، حالا خداوند که میخواد ترجیح بدهد، اگر هیچ گونه تفاوتی نباشه، این چطوری ترجیح میدهد؟ باید یه چیزی بالاخره باشه، یک وجهی باشه. حالا آیا اون وجه بستگی به این داره که هر چه خدمت شما در کمالات امام مجتبی علیه السلام مثلا افضلیت داشته باشه بر امام حسین علیه السلام، یا نه به لحاظ مصلحت العباد یه خصوصیتی در تقدم امامت امام حسن بر امام حسین وجود داره؟ مثلا او بعد از امیرالمومنین با معاویه اون برنامه ها به وجود میاد و مثلا یه صلح و مثلا غیره و ذالک، بعدن دیگه قضیه کربلا به وجود میاد و اون انقلاب مثلا یه الان ما نمیدونیم اینها را. من خواست کنم که یعنی برای اینکه این بخواهدتون دلیل عقلیه، لا ترجیح فی التساوی، این که درسته، ترجیح بلا مرجع
خب صحیح نیست، باطله. پس چطور شد که امام حسن امام شد امام حسین نشد؟ مرجح بیرونی ها، میخوام همین رو بگم. یعنی یه وقت ما میگوییم علمهو کان اکثر، مثلا زهدهو کان اکثر، ورعهو کان اکثر، حلمهو کان اکثر، اصلا یه خواهیم اینجور بگیم. خب این مقدار با مبانی ما حالا مثل که جور در نمیاد، دلیلی هم نداریم بر این که امام حسن مشتبه سلام الله علیه افضل است بر حضرت امام حسین علیه السلام. مقداری که ادله داریم، روایات داریم، امیرالمومنین را داریم، ایشون افضل است بر همه. اما بقیه ائمه دلیلی هم نیست، دلیلی که آدم بتونه به اون استناد بکنه بگه فلان امام بر فلان امام برتری داره. کل امور واحد. حالا نمیدونم اینا در حدی هست که اینها بله باشه، خیر بود برای امت، شاید مثلا شاید لحاظ نسبی باشه، نمیدونم. مقداری اینا حالا اینا آخه در حدی هم نیست که به اینا بشه استناد کردن، که سندش چطور حالا بازن دیگه بخواد یه مقداری آدم تو عقاید به خصوص را عمل حتی فقه هم باشه یه خواهد بخواد مؤاخذه کنی، اینا سند هستن کی نقل کرده، مرسل، مسند، راویانش کیا هستن. خب اینا باید بررسی بشه، این سادگی نیست اون وقت بخواد نظر بدهی. حالا اگر بخوام به اون دست گرفتار اون قضایی نشویم، مثلا یه توجیه اینجوری بکنیم، خیر را نسبی بگیریم، خیر للناس حالا بود همون که داشته عزم کردیم، یعنی افضلیت به لحاظ غیر مرجح بیرونی. این هم فیه اختلاف، مسلمن یک مقدارش بالفعل بود. نه ببینید نمیشه استدلال کرد، اون مقداری که بنده از روایات و اینا به دستم آمده البته بحث خیلی پیچیده ایست انصافانه، خیلی ساده نیست. این است که موقعی که منصب امامت به هر امامی که تفویض شد، یعنی رسید بالفعل، در روایات هم داریم، اصلا خودش احساس میکرد که مثل این که یک تحولی، یک تغییری در درون اون بار امامت که برای او تعین پیدا میکرد، این حالتی برای او حاصل میشد، مثل حالت نبوتی که برای نبی خدا مثلا حاصل میشد. یه چنین چیزی در روایات هست و یه اموری بوده که امام پیشین باید منتقل میکرده به امام پسین. لازم میفرماییم از مگر اینا ما افضلیت بگیریم، همین باشد این نکته بتونه ملاک باشه. یعنی قبلا هم یه بحثی داشتیم که حالا اگر هر دو معصومن چطور یکی امام باشه لطف نمیشه، گفتیم هر دو معصومن دیگه، گفتیم حالا لطف باشد به لحاظ غیر عمل، از جمله علم باشه. یعنی همین علم امامت، اسرار امامت فعلا در اختیار محسن مشتبه است، منهای این حالا شجاعت این رو بذاریم کنار، اون اسرار الامامه یک فلخره چیزایی هست که ما نمیدونیم چی هست، او امام حسن نداره فعلا، بهش منتقل که شد پیدا میکنه. بله خب حالا اگر اینا نتوانیم خلاصه بگیم، من چیزی به ذهنم نمیرسه، اگر این را که مرجح داخلی است نتوانیم بگیم دیگه، مگر این که بگیم به لحاظ غیر خصوصیات شخصی فرده، به لحاظ امور خارجی است، مصالح دیگری است، اموری در نظام کل، خلاصه شخص نیست، علت جزئی فرد معین شخصی کل. اگر اینطوری بگیم دیگه قضیه حل میشه. بله نه دیگه، حالا اون که ملاک برتری نیست، اون ملاک برتری نیست. خب خداوند که میخواد ترجیح بده چه؟ ملاک تش ناخر نمید استدلال این است که ولا ترجیح فی تساوی. حالا این ترجیح را ما بخوایم بدیم عقلا قویه، خداوند متعال ترجیح بدهد بدون اینکه هیچ تفاوتی وجود داشته باشد عقبه هست. یعنی وقتی از کاری از انسان عاقل صادر بشه قبیحه، خب ملاکش در خدا عقبه است، از عقبه هست. بنابراین باید یک ترجیحی باشه. خب اگر ترجیح را به لحاظ خصوصیات وجودی شخصی نفسانی دو تا امام نتونیم ما تصویر بکنیم، دلیل نداشته باشیم، یه اصلا من دلیل را مطورت من مطلبی که حتی آقای پور رضایی فرمودن بد نیست، ولی باید تتبع بشه تعیین رو. نه نه، حالا کسی که میخواد امام بشه
کسی که میخواد امام بشه باید اخزل باشه. شرط دیگه، شرط امامته. حالا چه خدا بخواهد به او امامت بدهد، چه اینا مردم بخوان تعیین بکنن، فرق نمیکنه، درسته؟ حالا مساوی باشه، چرا خدا مساوی رو برای امام کرده؟ یا باید یک صفاتی بالاخره باز یک کمالاتی برتری داره، یعنی همین قرآن داریم، همین رو میگیم الان داریم، همین عرض میکنیم. یا باید قائل بشویم که للامام المجتبى علیه السلام فضیلتون مختصتون بهی قبل الامامه. اونی که من درس کردم بحث بعد الامامه بود، قبل الامامه یعنی کان هناک الحسن و الحسین علیهم السلام موجودین، هر دو وجود داشتن، ولكن الله سبحانه وتعالى عین المجتبى الامام المجتبى اماما قبل سید الشهداء علیه السلام. لماذا عین هكذا؟ لانه كان افضل في صفته خاصه نحن لا نعلم. اگر اینا نگیم، یعنی بگیم دلیل نداریم و مثلا برتری امام مجتبى رو بر امام حسین برفرض نداریم، اگر این دلیل پیدا کنه راحت تر. اون عبارتی که آقای پولیزایی گفتن میتونه یه مقدار کمک بکنه. حالا متأد یه عبارت هست نظر دادن ها در بحث فقهی هم اگر باشه چند تا یه روایت سند دارن ناگه اینجا ها که این ثابت نیست با این چیزا نمیشه نظر داد. اگر پیدا نکردیم این جوابی که حقیر عرض کردن راه حل بنده که نیاییم مسئله را بین شخصین مقایسه بکنیم به لحاظ مساله کلی، ما نمیدونیم حالا دیگه اون اینجوریه که دو نفر مساوی باشه مسئله مصلحت در کار باشه. منتها خدای متعال میدانه، کسی نیاد بگه آقا خب بس این در جاهای دیگر هم مبنای شما رو خراب میکنه. مردم هم بیان بگن آقا ما صلاح دونستیم که این دو نفر که مساوی هم اینا که ما گفتن دیگه. حالا مردم که صلاح مصالح دستشون نیست که، خداوند تصمیم بگیره، علم علن و ظاهر و باطن همه میدانه. اما اونا بیان مثلا بگن آقا ما صلاح دونستیم که در این که علی افضل بود الحمدلله الذی قدم المسئول علی الفاضل، بگیم مثلا اون سندش بیشتر بود، نمیدونم کمتر در جنگ ها شرکت کرده بود، از بحث اینجوری. خب اینا استحساناته، استحسانه که دلیل باشه. اما اگر فعل الله شد، چون یقین داریم فعل خدا رو ملاک قطعیست، دیگه حتما یه ملاکی داره ولو ما نمیدونیم، به روش لمی. پس ملاحظه شد آیا احمدی ملاحظه کرد چه از کردن دیگه ها دیگه خیلی روشن. اگر حالا دلیل پیدا کردیم که یک مزیتی فضیلتی برای حضرت امام مجتبی سلام الله علیه نسبت به سید الشهدا علیه السلام پیدا کردیم، برفض دلیل دلالت کرد، خود دیگه اصلا قضیه حله. اگر چنین چیزی پیدا نشد، این بیانی که عرض کردم به لحاظ مرجح خارجی دوستاشون بودن دیگه، نه تصاوی نمیشه. یعنی شما میگید که از امام مجتبی برتر از امام حسن بوده؟ ما تلقی اون این است که امام مجتبی امام حسین دوتاشون نور واحدی بودن. میگه تلقی شیعه اینه، کلهم نورون واحد. خب از کدام اعتقاد شیعه است غیر از امیر المومنین سلام الله علیه؟ فرق نمی کنه قبل از امامت، امیرالمومنین قبل از امامتش هم افضل بود بر قبل از امامت امام حسن، دوران امامتش هم افضل بود بر دوران بعد از امامت، فرق نمی کنه. دیگه اون افضلیت از امیر رو ما طلاقا می دانیم، از اون دلیل بقیه دلیل نداریم دیگه، از کردم من دلیلی بر افضلیت نداریم، کلون مرون واحد هست اینجوریه. ما فقط درباره امیران چند تا روایت داریم، لعلیین فضلوخ ابو هما خیرون من هما، نه دلیل داریم، آیه مباهله، حدیث تیر مشوی، دوستانی عدله متعدد داریم، هم دلش قرصه. چون آیه مباهله معنیش این است که ایشون در مرتبه پیغمبره، پیغمبر از همه افضله، ایشون هم بس از همه افضله، حتی به حضرت زهرا سلام الله علیه. یا اصلا حدیث تیر مشوی میگوید اعتنی به احب الناس الیک یعکل معی هذا الطائر، احب الناس همه انبیا و اولیا و همه را میگیره جز پیغمبر امیرالمومنین میمانه. اونجا دلیل داریم، برای از تعمیر دلیل داریم، برای بقیه ائمه بنده پیدا نکردم واقعیش. میبریم تلقی عمومی ما این از کلهم نورون واحدن،
افضلیتی نداره. همون بحث بنده است. بله بله، اگر گفتم افضلیت درونی، این مرجح درونی بر فضل پذیرفتیم، کار رو رفتیم کش کردیم، یه رساله بنویسید یکیتون دیگه، یکی از بزرگواران یه رساله‌ای بنویسه تو این قضیه، عقل رو جمع کنه لااقل. این کارایش نشده، همطورا رسیدن یه بحثی مطرح شده، خدا حافظ. یه واقعا یه نفر زحمتی بکشه رساله‌ای درباره به اصطلاح افضلیت ائمه و انبیا مثلا، چنین چیزی، حالا که قدی وسیع هم باشه که کم نیاره، یه بحثش افضلیت انبیا باشه، تفاضل در انبیا، تفاضل در ائمه و اوصیا، یه اقوال جمع میکنه زیاده. اگر بگردید اقوال آرا بعدم یه جمع بندی میشه لااقل، چیز خوبیست اگر این کار بکنید، یه چیز مبهمی طبعا میبینید ما نمیتونیم حرف بزنیم تا آدم تحقیق نکنه، تتبع نکنه، اونجا باید حرف بزنه که مشکل. اگر افضلیت درونی پیدا کردیم نکردیم، اون جوابی که تحقیق از کردم درسته، چون فعل خداست، نمیشدم قیاس به دیگران کرد. که چی؟ معلوم نیست. ببینید نبین آیا دلیل بر افضلیت اوست یا نه موقعیت اوست، شرایط اوست. ایشان به حکمت الهی برای این مرحله تعیین شده و این مرحله آخرین مرحله اهداف همه انبیاست و هر پیغمبری اگه باشه خدمت خواهد کرد اونجا، چون در راه هر امامی، هر پیغمبری اگر اون وقت باشه در زمان است مهدی، ارواح نالاول فدا به اون خدمت خواهد کرد، چون خدمت به خودشونه. کل پروژه انبیا میخواهد عالی ترینش تحقق پیدا کنه. این میتونه ملاکش این باشه، دلیل بر این که شخص او افضل باشه دلیل بر این نیست، دلالتی نداره برای این قضیه. خب به هر حال سوال خوبی داره آیه توکل، حواستون اگر همیشه هوشیارانه باشه، اینکه سوالات گاهی سوالات خوبی میشود، قابل استفاده است. ما هم سعی کردیم امروز از قاعده لطف استفاده کنیم، گفتیم شما عبارت بخوانید که خودش زمینه بشه برای سوالات اینها. چیکار کنیم دیگه، ما که شما را ارادت داریم، همه شما بزرگوارید، دلمون میخواد که بیشتر در حضورتون باشیم. کارتون زیاد، گاهی میرید کار زیاد قبول میکنید، کلاس زیاد میرید، استراحتتون کم میشه، اون وقت گاهی خسته میشید، بعد جوری برنامه ریزی کنید شلوغ نکنید. هم یه وقت شلوغ میکردیم اونو میتونم اشتباه کردیم، اصلا شلوغ کاری به درد نمیخوره، برنامه ریزی منظم، استراحت به مقدار کافی بکنید، استراحت داشته باشید، استراحت و خیلی شلوغ نکنید. خلاصه کمیت کار آدم فرسوده میکنه، هیچ فایده هم نداره، فرسوده میکنه آدم را، فایده ای هم نداره. کمتر باشه، منظم باشه، با نشاط آدم قشنگ استراحتش کرده باشه. من یه وقتا دست زیاد میگفتم آقا خسته میشدم، اصلا خیال میکردم دارم را شغل عمل میکنم کار خودم، الان میفهمم اشتباه میکردم، چه فایده، هی با استرس نه فلان جا، حالا الان دیگه راحت، یه دست بریم فیزیه میگیم راحت، خیال راحت. ساعت هاش خدمتتون یک رو به 11 همین رسمی من دیگه از منزل خارج میشم، 25 دقیقه هم راه هست تا اونجا، پیاده میرم، میرسم قشنگ سر وقت و دورم برمیرم، یه 2 ساعتی من وقت با میگیره، عیب نداره، هم پیاده روی میکنم، برای هم پیاده روی میکنم، چون همش آدم بنشینه، هم فکر میکنم، اون فکرها خیلی خوبه، وقتی دارم میرم خدا شاهده فکر میکنم رو درس، وقتی هم برمیگردم که رفقای سوال میکنن که در خونه میان، یعنی به اندازه درس دوباره بین راه هم تراهی سوال میکنن، میان تا در منظر ما بعد میگردم. خب یه درس هم بعد از ظهر اینجا دارن، حالا بعضی وقتا هر روزه، بعضی وقتا حالا هر روز هم نیست، بعضی روز هاش نیست، اینا چون سعی میکنیم که دیگر دوستان فضلات تدریس بکنن، حالا ما کم کم داریم هی مثلا باز نشسته میشیم دیگه، یه زمانی بود من اینجا تدریس میکردم، عمده درس ها رو من میگفتم، کسی نبود اصلا، اون سالهای اول منطق میگفتم، عقاید میگفتم، تاریخ کلام میگفتم، فرق میگفتم، هر چی کار در زمین مونده بودم میگفتم، معرفت شناسی میگفتم، اینا جزوه بونه اینا فلان و اینا. حالا الحمدلله اساتید فضلا خیلی خوب از دوره های مختلف پرورش پیدا کردن، تدریس میکنن، خب تا به شغل دهی واگذار میکنیم که دیگه تشکر مراد کم کم دارم واگذار میکنم، فقط امامتش مونده، حالا که هنوز مثلا دنبال می‌گردیم در بین فضلا ان شاءالله استاد خوبی پیدا بشه که امامت رو بتونه بعداً تدریس بکنه. حالا شما زحمت بکشید کار کنید رو امامت که ما دیگه بعداً آرام آرام بسپاریم به شما. مقصود را به هر حال الحمدلله استعداد خوب دارید، آمادگیاتون خوبه، ولی برنامه‌ریزیتون هم جوری باشه که بهتون صدمه نزنه، با نشاط باشید. خب پس دلیل عمده این شد دیگه،
لعن تقدیم الناس. سوال خوبی بود، سوال آقای توکلی، سوال قشنگی بود. من خودم به این توجه نکرده بودم تا حالا، کسی سوالات مطرح نکرده بود. اولین باری بود که حالا چنین سوالی، سوال قشنگی. ابن میثم هم همین عبارت رو دارد، میگه لعن تقدیم الناقص علی من هو اکمن قوی عقلا. خب این مثل همون عبارت مرحوم خواجه است. خب این چون استدلال روشنه، فکر میکنم ازش بگذریم دیگه. ابهامی در استدلال نیست، بالاخره بر مبنای حسن قبح عقلیه، در تساوی ترجیح نداریم، در فرض مفضول هم که تقدیم المفضول بر افضل عقلا چیه؟ قویه. مهم اشکالاته که ببینیم اشکالات چیست. البته این سوال برای شیعه پیش نخواهد آمد، درسته، چون ما معتقدیم یه جای دیگه بازی اصل دیگری داریم که میگوییم که امام را خدای متعال باید تعیین بکنه. رو مبنای شیعه این مشکل پیش نخواهد آمد. الان بعد تو نظریه اهل سنت و باقلانی میرسیم که میگن در شرایط عادی افضل، اگر دیدیم نمیشه و نداریم و مشکلات میشه، این برای ما پیش خلاصه نمیاد، چون خداوند میخواد تعیین بکنه. خداوند میداند، هم میتواند افضل را خلق بکنه و هم میداند که ثبوتن و اثباتن. این برای ما مطرح نیست، بله برای اونها اگر نرشته باشیم اونها عدول میکنن، اونایی که شرط میدونن میگن در شرایط عادیه، اگر نشد تکلیف ثابته، چون فعل الناس میدونن تکلیف مال و یتاق میشه. پس برای شیعه پیش نمیاد، برای اهل سنت طبق مبنا عدول میکنن از اون، اونایی که شرط میدونن. حالا اشکالات رو ملاحظه کنید، اینا رو جمع کردیم دیگه، اشکالاتی که آلون دارن جمع کردیم ببینیم چه. یک، عبدالجبار معتزلی گفته است که افضلیت از شرایط عقلیه نیست، افضلیت از شرایط عقلیه نیست. شرط عقلی مگه چه ملاحی داره؟ گفته شرط عقلی آن است که امامت بران متوقف باشد، کل ما یتوقف علیه الامامه فهو شرط عقلی. میگیم مثل چی؟ مثل علم، مثل عدالت مثلا، اونایی که شرط میدونن عقلا ها، چون بدون عدالت اصلا امامت شکل نمیگیره، بدون علم امامتی نمیتونه باشه، بدون کفایت تدبیر، اینا رو میگه شرط عقلیه. اما حالا اگر علم داره، شجاعت هم داره، سایر چیزا داره، افضل نیست، میگه نه این دیگه شرط عقلی نیست، این شرط سمعیه. اگر دلیل سمعی نقلی داشتیم که باید افضل باشه، نأخذ بهی و الا بشه به حکم عقل میتونیم بگیم، در حالی که شما اومدید عقلا استدلال کردید، گفتید و قبح و تقدیم المفضوله معلومه. این اشکال ایشونه. به باور وی شرط عقلی آن است که امامت بران استوار باشد، یعنی مبتنی بر او باشه، متوقف بر او باشه، مانند عالم بودن امام به احکام شریعت و آیین رهبری. آیین رهبری یعنی مدیریت و کفایت، که شرط در واقع عملی است، سیاسی است. هرگاه شرطی از این گونه نباشد، دلیل نقلی باید بیارید براش، دیگه به عقل نمیتونه استدلال کنید. این سخن ایشون. در پاسخ این مطلب گفته شده که چطور شما ملاک را در شرط عقلی بردید روی این که اصل الکمالات، اصل العلم، اصل مثلا شجاعه، اصل کفایه، همونطوری که خود اینا شرط عقلیه، یعنی عقل میگوید اگر ندارد امام نیست، خب همین عقل میگوید اگر افضلم نیست مفضول است، افضل نیست بازم نیست، عقل اینا میگه. البته ممکنه شما بفرمایید که دلالت عقل در اون اولی خیلی روشن‌تره، حرف درستی است. ما در حتی بدیهیات مستعزن آیان در بدیهیات مراتب داریم، مثلا اولیات ابده است از پس کن فطریات به قضا یا قیاسات ما. بله حالا بگوید این به اون درجه از وضوح که یک کسی میخواد امام بشه اصلا بی سواده، علم نداره به شریعت، یک کسی نه علم داره اعلم نیست، میگیم آره اون عقل در اونجا خیلی روشن حکم میکنه، اینجا یه مقداری باید ما که تعامل بکنه. اما چرا عقلی نباشه؟ این جوابیست که به نظر آمده. ملاک عقلی بودن شرط امامت این است که تحقق آرمان امامت وابسته به آن باشد، هرچند درجه وضوح و بداهت آن یکسان نباشد. همان گونه که عالم بودن به احکام دینی و تدبیر امور جامعه شرط تحقق آرمان امامت است، اعلم بودن نیز چنین است.
هرچند وضوع و بداهت آن دو متفاوت می باشد، چنان که اولیات، مشاهدات، فطریات، متواترات، حسیات از معرفتهای بدیهی به شمار می روند ولی بداهت آنها یکسان نیست. این راجع به این استدلال اولی شد. دو، آقای تفتازانی که معمولا با حسن قبح عقلی منکر هست، مخالفه، گفته حالا شما قبح عقلیش ثابت کردید، مفضول قبیح هست امام افضل باشه، چه ربطی به شرع داره؟ بحث ما شرعی، امامت یک امر شرعی است. از کجا استفاده میکنید که شرع امین را قبیح میدانه؟ حالا عقل قبیح میدانه، این چه ربطی به قبح شرعی داره؟ اگر مقصود از قبح تقدیم مفضول بر افضل این است که ارتکاب آن سبب استحقاق نکوهش و کیفر نزد خداوند است، این میشه شرعی ها. قبح به این معنا ثابت نیست. مفضول مقدم بر افضل بشه، این یه کاریه که قبیحه، یعنی چی؟ یعنی کیفر داره، عقوبت داره. نه، این ثابت نیست. بله، اینا چون مبناشون در بحث حسن و قبح، حالا اگر یادتون باشه، این است که میگوین عقل ما چطور میتونه ثواب و عقاب را معین بکنه؟ نه، ثواب و عقاب یه امریست فرا ورای عقل و فراتر از عقل. عقل در اینجا دخالت نیست. بله، اینجا خواهد مذمت میکنن مردم، یه کاری ما بکنیم مردم میگن آه چه کار بدی کردی، نکوهش میکنن، میگن اینا قبول داریم ذم و مدح و عقلا را. اما اینکه ثواب میدن کیفر میدن، اینا اونجا در بحث حسن و قبح آیون از هم جدا کردن، طبق اون مبنا داره صحبت میکنه. و اگر مقصود این است که این کار را با روش عقلا هم این کار با روش عقلا هم این ندارد، این معنا مدعای شما را اثبات نمی کند، زیرا مسئله ایمان از مسئله دینی است، نه یک امر عادی و عقلا یا عقلانیه یا عقلاییه صرف. این همونطوری که ملاحظه میکنید مبناییه اشکالیشون، ما هم مبنایی جواب دادیم که چون مبناییه مبنایی جواب. اگر عقلای بشر کاری را ناروا میدانند، همینی که عقلا رجوع میکنیم، مثلا دروغ میگه میگن بده، راست میگه میگن خوبه، خیانت در امانت میکنه میگن بده، هم که عقلا، اگر اینطوری باشه بگونه ای که همه آنان در همه جاشون حکم دارن، یعنی به هر جا چه دینشون الهی باشه نباشه، مادی باشن هرچه باشن، یه سر کارها رو میگن قبیحه، همه میگن قبیحه. اگر اینطوری باشه معلوم میشود که این حکم و ادراک در عقل و فطرت بشر ریشه دارد، کشف میکنیم که این ریشه در فطرت انسان دارد و از آداب و رسوم قومی اجتماعی حرفا نیست. از سوی دیگر حکم عقل به قبح یک فعل به این معناست که فاعل آن مستحق نکوهش و مجازاتی متناسب با فعل ناروای خود است. عقل وقتی که مستحق نکوهش میکنه میداند، یعنی چه؟ یعنی یک برخورد مناسب متناسب با این فعل. به قول مرحوم های مظفر اگر خاطرتون باشه، ایشون تعبیر زیبایی داره، میفرماید که این مدح و ذم عقلایی، اگر مدح و ذم فاعلش شارع باشه، این همون ثواب بده دیگه، یعنی شارع ها که رئیس العقلاست، یه کاریه که عقلا میگن خوبه، میگن خوبه آفرین، میگن آفرین، شارع هم میگه آفرین، والا این یعنی چه آفرین؟ یعنی ثواب. اصلا ثواب غیر از این نیست. شارع وقتی که کسی رو گفت آفرین احسن مرحبا میشه ثواب. اگه چی دیگه هم برفض نباشه ها، اصلا خود همین تکریم و شارع خودش ثوابه، ثواب چیزی که به طرف شارع باشه. پس بنابراین ماهیت مدح و ذم عقلایی و ثواب عقاب ماهیتا دوتا نیست، به حیث فاعلش فرق میکنه. عقلا میگن این مستحق مدح است، مستحق ذم است، میگن شارع رئیس العقلاست، از مستحق المدح شرعی از شارع است، مستحق الذم است از شارع. خب اگر شارع کسی را مدح بکنه این ثواب میده، یعنی ثوابه، اگر ذم بکنه میشه عقوبه، درجات هم داره دیگه. این ماهیتا دست دو چیز نیست. لذا اگر ما تونستیم، خلاصه این استدلال اینجوریه ها، اگر توانستیم از عمومیت این حکم عقلایی ریشه عقلی و فطریشو در بیاریم و از این که این حکم عقلایی ماهیتاً یک مدحی است از عقلا با مدح و ذم شرعی ثواب عقاب شرعی منافاتی نداره، ماهیتاً فقط فاعلش فرق میکنه، این شرعی میشه دیگه، جنبه شرعی هم به خودش میگیره. بله،
اون حرف اشاعره بود که میگن نمیشه. اشاعره میگن مصداقیه، اکثر و ثوابن، اکثر و ثوابن، نه اصل و ثواب. چی اکثر ثوابن هست؟ خب حالا اگر اکثر عبادتن باشه، عبادت چیه؟ قوامش به چیه؟ به نیته. ما از کجا بفهمیم؟ مگه تقوای درجه بالا همون اسمته؟ نصفیش چرا؟ نصفیش هم اجتناب میکنه اتقل همون مرتبه عالی تقوی است. خفر شد درست فرمایش از عالی همون این اکرمکم عند الله اتقاکم عرض کردیم، اون مرتبه عالی همون انسان کامل بحث میکردیم قبلا یادتون هست؟ همونه در واقع عالی ترین مرتبه تقوی همون اسمت هست. فقط تقاته اتقل الله حقه چی؟ تقاته. بقیهش نسبیه، هی به نسبت به دیگری برتره تا اونی که در قله قرار میگیره، اون دیگه افضل الکل است. بله اون از ثوابش هم بالاتره. اونجا مبنایی چرا مبناییه؟ از کردم جواب مبناییه، چون مبنایشون رو مبنا داره اشکال میکنه. اشکال آقای تفتازانه رو مبناست در باب حسن و قب، ما هم داریم اون رو مبنا جواب میده. نه رد المبناست، یعنی مبنایشون رو رد میکنیم، میگیم مبنای شما در بحث حسن و قب مبنای قابل قبولی نیست، نتیجه هم که گرفتی پس قبول نیست. اشکال ایشون مبناییه، پاسخش هم رد مبناست، نقد مبناست. یکی این که اولا خالق و عقلات، یک ثانیاً عقل را شارع مقدس قداست حجیت داده. نه میخوام بگم یعنی ماهیت مدح و ذم عقلایی با ثواب و عقاب الهی ماهیتاً دو چیز نیست. از ثواب و ایزن مدحون و عقاب و ذمون، فقط فاعل مدح و ذم اگر بشر باشه هم میگن مدح و ذم عقلایی، اگر فاعلش خداوند سبحان باشه میگن ثواب و عقاب. این بیان مفهوم لایجی هست گوهر مراد، چون در جواب اشاعره دیگه اگه دقت بکنیم ماهیت ثواب و عقاب اخروی با مدح و ذم عقلای ماهیتاً دو چیز نیست، جزاء الخیر و جزاء السوء هست. این آقای مظفر هم داره، مرحوم آقای لایجی هم داره، آقای مظفر هم داره. جزاء الخیر مردم میشه مدح و ذم، میشه مدح، جزاء السوء میشه ذم. خداوند جزاء الخیر و جزاء السوء که در مقابل عمل انجام میده میشه پاداش کیفر، اسمش پاداش کیفره، ماهیتش دو چیز نیست. که و خدا رئیس العقلا هم هست، چون خالق العقلاست عقل را هم معتبر گرفت. حالا اینا بگیم نگیم مهم نیست، این خیلی دخالتی نداره که بگیم رئیس العقلا. این سخن مهمه که حقیقت الثواب و العقاب نوع من المدح و الذم الا ان فاعله هو الله تبارک و تعالی. ماهیتا مدح و ذم است، اگر فاعلش خدا بود میشه ثواب و عقاب، اگر بقیه بود میگن مدح و ذم عقلایی. اشکال سوم، گفتن افضلیت مستلزم ارجحیت نیست. این را عده ای از علمای اهل سنت گفتن، را یکی یکی عبارتشون رو بخوانیم بد نیست. آقای ایجی، عزالدین ایجی، عبارتش را را متنش نیست، ترجمهش، چه بسا مفضول برای امامت از فاضل صالحتر باشد. مفضول برای امامت فاضلتر صالحتر باشد، زیرا آنچه در ولایت و تصدی هر امری لازم است آگاهی به مصالح و مفاسد آن و توانایی انجام کارهای لازم آن است. و چه بسا کسی که در علم و عمل مفضول است نسبت به امامت آگاه‌تر و از وضعیت بهتری برخوردار باشد، یعنی در همون عمل به جهات مصالح و مفاسد توانمندی بیشتری دارد، کفایتش خلاصه بالاتره، مدیریتش برتره. این یه جواب. پس علم ممکنه کمتر داشته باشه، علمش کمتر باشه، تقواش مثلا کمتر باشه، از وجبم زهدش کمتر باشه، اما در عوض مدیریت خیلی قویی داره، اون مهمتره برای امامت تا اینا و به او برسه. این بیان ایشان. آقای تفتازانی باز گفته، همه حرفو گفته دیگه، ما باشه نقل نکردیم، پاورقیم عادتشو داریم، هم در شرح مقاصد هم شرح عقاید نسبی. مولوی عبدالعزیز از علمای ماتوریدی اینجوری گفته، ان اعظم مدار سلطنته علی المهارت به امور دنیا
لا على المهارت دل علم شرعی و کثرت العباده. مدار حکومت، رهبری، سلطنت اینه که به امور دنیا مهارت داشته باشه، علم شرعیش زیاد باشه، نه ملاک نیست، عبادتش هم زیاد باشه، ملاک نیست. بیشتر این یه امر سیاسی عملیاتی فقط تصویر کرده. فضل ابن روزبهان، بله، ایشون هم آمده سه تا گزینه رو مطرح کرده. ملاحظه میکنیم گفته سه تا معنی رو میتونیم تصویر کنیم: یک، برتری در حسب و نسب و شرافت و شجاعت و علم و احکام شریعت. حسب بهتری داره، نسب بهتری داره، شرافت و این چیزا. دو، برتری در پاداش الهی و اخروی، افضل است، یعنی از این جهت. سه، در حفظ اسلام و تدبیر مملکت اسلام، افضلیت در این سه تا. گفته دو معنای اول و دوم در امامت شرط نیست، یعنی از ذره حسب و نسب و علم و اینا افضل باشه نشرط نیست، افضل و ثوابن هم باشه اکثر ثوابن هم شرط نیست، زیرا به وظایف و اهداف امامت مربوط نمی باشد. و معنای سوم نیز اگرچه مربوط به فلسفه امامت است، ولی در آن افضلیت شرط لازم نیست، اولویت داره. البته اینجا هم در حد اولویت می دانه، یعنی ولو در کفایت این آدم برتری هم داریم ها. میگه خیلی خوب، حالا اگه اون باشه بهتره، ولی خب اینم داره، اینم یعنی صحت داره. مثلا حالا بحثای چیزی هست، مثلا ریاست جمهوری میفهمن اینایی که شورای نگهبان تعیین میکنن صلاحیت دارن، اما خب حالا صالح تر هم هست، اصلا هم هست، این از این قبیل میشه. ولی خب اینم حرف این ها. آیا مستحضری عمده این جواب برمیگرده به چی؟ به این که امامت را یک مسئله صرفا دنیوی سیاسی آقایون تصویر کردن. اذا تعبیر اینجور هست، در برجسته کردن بعد سیاسی امامت از یک سو و کم اهمیت جلوه دادن بعد معنوی و شریعان از سوی دیگر، با تعریف مشهور امامت که شیعه و اهل سنت پذیرفتن سازگاری نداره. چون اونجا گفته شد که رئاستون عامه فی امور دین و دنیا. چطور شما الان جهانش در دنیاویش میکنید؟ ببینید عبارت این آقا این بود دیگه، اعظم مدار سلطنه علی المهار به امور دنیا. چطور اونجا تعبیر این هست، رئاستون عامه فی امور دینه و دنیا؟ این اولا با اون تعریف سازگاری نداره. خب در این تعریف از امامت به عنوان رهبری عمومی امت اسلامی، همون تعریف عام ها، یاد شده. بیشک علم به احکام شریعت و عمل به آنها در رهبری دینی مسلمانان نقش تعیین کننده دارد. به دیگر سخن، حتی اگر تبیین معارف و احکام شریعت، اونی که ما میگیم شیعه، اونم برداریم، یعنی بگیم امام مسئول تبیین شریعت نیست، فعلا اینا نگیم که ما میگوییم امنیت و عدالت در جامعه اسلامی بر اساس احکام شریعت، نه هر امنیتی، نه هر عدالتی، که بر اساس احکام شریعت باشه و با الگوی فرهنگی و معنوی اسلام بخواد هماهنگ باشه، بدون این که امام در حوزه علم و عمل پیشتاز باشد برقرار نخواهد شد. بنابراین نباید شأن معنوی امام را کم کرد، علمی امام را کم کرد، حالا ولو اون مسئله این که ما میگیم را کسی نگوید. این نکته اول، نقد اول. دو، حالا نقد دوم اصلی تره، اون رفت اون مبنا دانم، یعنی شرط لازم، شرط لازم نیست، شرط کماله. یعنی رضا بنده هم ببینید اشکالی که کردم اینه که اینجوری برخورد کردن با اون به اصطلاح تعریف نمیسازه. اشکال جواب نقد اساسی اون دومی است. ممکنه اونها هم فکر میفرمایند بگن حالا بالاخره تأمین میکنه ولو حالا افضل هم نباشه. ما نمیگیم بی سواد باشه، علم داشته باشه، مجتهد باشه، عالم باشه، متقی باشه، اینا داشته باشه، اما حالا برترم نشد میتواند در حوزه اجرا جوابگو باشه. اساس نقد دومی است. پیش فرض اشکال یاد شده این است که افضلیت مورد بحث در باب امامت، افضلیت در علم به احکام شریعت. اینا خوشم هم دقت کنید، من آرام آرام میخوانم شما دقت کنید. پیش فرض اشکال اینه که گویی ما در باب افضلیت راجع به چی بحث میکنیم؟ راجع به این که افضل از به احکام شریعت، یک، افضل از در عبادت، تقوا، ورع. گفته آقا این محل بحثه. بعد اومده اینا مقایسه کرده با چه؟ اینا مقایسه کرده با کفایت و مدیریت و اینا.
از این رو آن را با افضلیت در مدیریت سیاسی مقایسه کرد. آنگاه افضلیت به معنای دوم را بر اولی ترجیح داده، از افضلیت در اونا محل بحثه، در این هم جداست. وقت اگر در این برتر شد بهتر است از این که در اونا برتر باشه، ولی این پیش‌فرض منطقی نیست، زیرا قدر مسلم افضلیت در باب امامت، قدر مسلم افضلیت در باب امامت افضلیت در صفاتی است که وجود آنها برای امام لازم است. قبلا هم گفتیم دیگه، بحث ما اینه، هر صفتی که لازم امام داشته باشه حالا میگیم در اون صفت افضل باشه. چرا مقابل هم قرار بدیم؟ مجموعهش در نظر بگیریم. علم به احکام شریعت یک، توانایی و کفایت در رهبری دو، پارسایی و عدالت پیشگی سه، شجاعت و استواری در مثلا امور دیگری پنج، از یه چهار چند تا شد، علم به احکام و توانایی و کفایت دو و این سه و این چهار، از صفاتی است که بیشتر متکلمان مذاهب اسلامی برای ما لازم دونستن، اقوالا که نقل میکردیم اینا رو لازم دونستن، گفتن عالم باشه، توانا باشه، عدالت پیشه باشه، شجاع باشه، اینا گفتن داشته باشه دیگه، یادتون هست اقوال نقل میکردیم. خب حالا ما حرفمون این هست، اصلا افضلیت کی میاد؟ افضلیت یعنی برتری در فضیلت دیگه، فضائلش که شرکت در امامت ایناست، ما هم میگیم در همین رو باید افضل باشه. چرا مقابل هم قرار بدیم؟ ما که میگیم افضله هم در علم هم در کفایت، ما هم مشکل پیدا نخواهیم کرد شیعه در مستا، چون میگیم فعل خداست. حالا حرف اهل سنت دیگاهی میگن ما مشکل پیدا میکنیم، اگر پیدا نکردیم اگر نشد چه بکنیم؟ بحث شماست، ما فعلا داریم کلیه قضیه رو بررسی میکنیم. خب چون امام در صفات یاد شده دیگران رهبری میکند، از آنجا که امامت مفضول بر افضل قوی هست پس در همش باید، چرا دیگه ما تجزیه بکنیم اصلا؟ وجهی نداره تجزیه بکنیم. افضلیت بعد از فضیلت هست، فضیلت لازم، اگر در همه اینها باید فضیلت داشته باشه خب افضلیت در همه ایناست. چرا کنار هم قرار بدیم؟ روبرو هم قرار بدیم. لذا عبارت مرحوم سید مرتضی اینجا نقل کردیم عبارت خوبیه، کسی که از نظر علم و سیاست ناقص یا فاقد شجاعت باشد یا به شتاب زدگی و تندخویی و بخل شدید شناخته شده باشد به صورت مطلق افضل شناخته نمی شود. نسبی ممکن است در یه چیزای دیگری در علمش مثلا بیشتر باشد. و ما افضلیت در همه صفاتی که، عبارت خوبیه، افضلیت در همه صفاتی که رعایت آنها در امامت لازم است را لازم دانستیم. بنابراین کسی که در یک صفت افضل و در صفت دیگر مفضول باشد افضل مطلق در باب امامت که در باب امامت مقصود نخواهد شد. اصلا این تفکیک کردن آقایان که افضلیت در صفات را با افضلیت در کفایت روبرو هم قرار دادن منطقی نیست. بحث افضلیت متفرع از بر اصل الفضائل لازمه و اینا همش لازمه، پس افضلیتون در همین ها لازمه. چرا مقابل هم قرار بدین؟ اصلا مقایسه بکنین. خب اینم حالا حرف جناب سید مرتضی، تتمش باشه داره بعد خودتون بخونید. چطوری؟ نه عقلی دیگه، عقلی داریم بحث میکنیم. حالا منهای این که مال مردمه یا مردم تعیین میکنن یا نه، عقل میگه چی؟ لازمه در امامت چیا هست؟ هر چی هست. خب آیون گفتن علم داشته باشه، گفتن شجاعت داشته باشه، کفایت داشته باشه، مثلا عدالت داشته باشه. حالا اینا رو که گفتن دیگه، لااقل این چند تایی را که خودشون گفتن، خاطر شریف تو هست، امثال تفتازانی تاکید داشت، اشاعره رو اینا تاکید داشتن. این میشه پایه و کف اصطلاح، درسته؟ کف بحث ماست که علم، شجاعت، ورع و پارسایی، عدالت، حالا کفایت پنج تا شد، کفایت. این میشه کف. بحث افضلیت رو این کف است. از نظر یکی از نظر عقل. عقل میگوید اگر در بین امت افرادی هستند که در این پنج تا، ما نه جدا نکنیم. عرض ما به این آقایان که شما اینا جدا چرا میکنید؟ یکیشو گذاشتید این طرف، یکیشو اون طرف، دارید با هم مقایسه میکنید. نه نگاه کنید چرا باید جدا بشه؟
الان نریم سراغ این که مردم انتخاب کنه، اون راه اشتباهه. عقل میگوید این باید این صفات رو داشته باشه، فعلا ما کار نداریم چی باید تعیین بکنه، اینا باید داشته باشه. عقل میگوید اگر در بین مردم فردی باشه که نسبت به این صفات در همه این صفات افضل باشه، عقل میگه کی باید مقدم هست؟ تقدیم مفضول بر افضل قویه، پس او باید امام باشه. بس عقلش اینطوریه دیگه. خب تمام، این کجا چه داره؟ این چه مشکلی تو این قضیه هست؟ چرا ما بیایم بگوییم نه آقا ما اینا رو جدا میکنیم؟ چرا جدا کنیم اصلا؟ صفاتی که در امامت شرط هست اگر افضلیت رو قبول کردیم نباید تفکیک بکنیم. اگر گفتیم آقا افضلیت اصلا دلیل نداریم، قبول نمیکنیم، هیچ، نمیشه نسبیش کرد. مثل که شما فضیلت رو نسبی کنید. خب میدانم. چرا ما اصلا این کار رو بکنیم؟ تمام اینها صفاتی است که لازمه در امامت. مگه لازم نیست؟ بابا قبول کردن. این شرایطی است که قبلا اینا که داریم میگیم بله بله، یعنی قبول کردن که اجتهاد خوندیم دیگه. مگه یادتون نیست اونجا عدالت و علم و اینا خوندیم؟ خب بله، همین تفتازانیه دیگه، آقای ایجی تفتازانیه، این آقای عبدالعزیز، اینا به خصوص اینا شاخص میدن اونجا. یادتون مگه نیست آقای تفتازانی میگه بابا عادل اگه نباشه جامعه باید عادل باشه، این ظالم چطور میتونه مردم را به عدالت ببره؟ خب عدالت شرط دانست که، علم هم که شرط دانست، حالا اقل علم اجتهادی، تقوا هم که شرط دونستن، شفاعت هم که شرط دونستن، شرط دونستن اینا رو. مال بحثمون در اینه که در اینها تو امت یک کسیه که در اینها افضل است در کل اینا. اون حالا شرایط اضطراریه. ما اصل اولیه رو ببینیم. اصل اولیه اینه که باید افضل باشه. اون عبارت تفتازان هم خوندیم دیگه، معظم و اهل سنه و کثیر من الفرق علا انه یتعین ما افضل و اهل العصر. افضل در چی؟ در همه فضایل لازم دیگه. این که بچه راه نمایی میفهمه. یعنی اگر گفتن که این ناظم مدرسه چند تا صفت باید داشته باشه، مثلا دو نفر آمدن اینجا یکیشون از دیگری در همه اینا برتره، میگن خب اون آقا دیگه چرا بیان تفکیک کن؟ بله اگر احیانا نوبت به این رسید که نداریم افضل فلکل کل صفات نداریم، ما این افراد موجودی که در بعضیا صفاتشون بیشتره که کمتره اونجا نسبی کنیم. حالا ما چرا از اول بیان بگیم نداریم؟ فرض ما اینه که اگر افضل داشته باشیم حق اون افضل است، دیگه نباید اینا مقایسه با هم دیگه بکنیم. خب حالا اگر اون باشه پس از بحث ما خارجه، ما داریم حکم اولیه رو میگیم. حکم ثانویه که شرایط خاصیه، بعدم حرف آقای باقلانی رو میگیم به اون میرسیم. اگر این باشه که ناظر باشه به شرایط غیر عادی که ناچاریم بیایم مقایسه بکنیم، خیلی خوب، یه حرف دیگه نیست. آره در شرایط عادی اون عادی نیست، اونا میگن عادی نبوده، بله اون شرایط غیر عادی، اون میرسیم. فعلا ما بحثمون در حکم اولیه است. حرف آقای باقلانی که میگوید اگر شرایط عادی نشد ناچاریم از افضل عدول بکنیم، قاعده ثانویه است. قاعده اولیه حالا چیه؟ ما قاعده اولیه رو بحث میکنیم. قاعده اولیه به نظرم روشنه، این حرف درستی نیست که اینا میگن. ملاحظه کنید، حالا فکر کنم روشن شد، من بازم می نویسیم تا روشن تر بشه. صفات و فضائل لازم در امام به امامت. خب علم، شجاعت، برای چند تاش بنویسیم تا روشن بشه. علم، شجاعت، هر می شود که زهد، مثلا زهد و تقوا، بعد عدالت، و پنجم کفایت، کفایت در تدبیر. حالا اینا رو قبول کردن دیگه. اگر مورد اجماعشون نیست، اما جمع کثیری از آیان، از معتزله، از اشاعره، اینا رو قبول کردن که اما باید صفات داشته باشه. اگه شک دارید میخواید برگردیم همون جایی که اون علم و اینا اون صفات خوندی اینا بودن، عبارت نداره. خب حالا اینا رو جناب
حالا روزبهان اون آقای تفتازانی، فعلا ما درگیر آقای تفتازانی چیم، تفتازانی آقای ایجی اینا شاخص هم، روزبهان درجه چندمه. اینایی که از اکابر هم در بحث کلام عزادالدین ایجیه، سعد تفتازانیه، میرشد شریف، اینا مثل علامه هلی ما هم مثلا برای اونا آدم های خیلی شاخصی هست. اینا رو روشن بکنیم. ما عرض میکنیم حالا به این موضوع افضلیت چیه؟ این موضوع افضلیت که ما داریم روش بحث میکنیم در صفات لازم امامت برای امام، برای امام. خب یعنی در همه اینا دیگه موضوع بحثه. خب وقتی که موضوع افضلیت در صفات لازم برای امام است، نتیجه ما الان میخوایم از این بحث نتیجه بگیریم، تجزیه میان صفات و مقایسه برخی با برخی دیگر، چی بگیم اینجا؟ به لحاظ حکم اولی، یعنی به لحاظ قاعده اولیه، به لحاظ قاعده اولیه شون اینو پس کنیم دیگه، بس اون اینه، به لحاظ قاعده اولیه شرایط عادیه صحیح نیست. و از اون این حرف، یعنی کل این جوابی که بنده اینجا یادداشت کردم مقصودم اینه، چرا شما دارید تجزیه میکنید؟ در مقاصد حق نداری این کارو بکنید. خب حالا اگر قاعده ثانویه شد، بگید آه ما چه کار بکنیم، دست ما نمیرسه و نداریم و فلان، این رو میاد انشاءالله. خود حسد اگر بفرمایید تو حرف باقلانیه، باقلانی میگوید افضلیت شرط است در شرایط عادیه. اگر دیدیم که بخواهیم اصرار ببرزیم مشکلات داره، آدش عدول میکنیم. ببین آیا اون وقت این رو مبنای آیون هست که این را فعل و ناس میدونن یا مطلقا؟ آیا این تالی فاسد، تالی فاسد خود این شرطه؟ اینجوره دیگه، اگر اون تالی فاسد، تالی فاسد این شرط باشد مطلقا، آره این از دست ما میفته، چون و تالی باطل و مقدم مثل بود. اما اگر تالی فاسد یه مبناست، یه پیشفرزه، این مبناست پیشفرزه باطله، یعنی اگر این که آیان میگن آقا چه بکنیم در شرایط غیر عادیه استرار داریم، اگر استرار مال خود اینه که ما این شرط را کردیم استرار آورده است و تالی باطل مقدم نسبه، اما اگر نه شما یه پیشفرز دارید، پیشفرز شما این مشکل آورده، برش دارید مشکل حل میشه، چرا ما شرطمون از دست بدیم؟ این است اونو میرسیم بهش انشاءالله. نه الان همین مقدار، همین مقدار، حد اقلا، روی حد اقلا صحبت کنیم. احسن نگاه کنید، ما داریم حد اقل دیگه، الان بحثت رو حد اقل هاست، حد اقل هاست، اینا این مقدار رو گفتن دیگه. امامت برای هرچی هست، امامت در امور خدمت تئوریک هست یا نیست، اصلا رو اون کار نداریم. گفتن امام باید اینا داشته باشه، میگیم خیلی خوب. عقل میگوید افضلم باید باشه، نه فقط داشته باشد، اگر یکی برتره نوبت مال اون میرسه. اینا عقل میگه دیگه، چرا بیان تفکیک بکنیم؟ اگر یک نفر داریم در همه اینا افضل است، دیگه اصلا تفکیک کردن معنی نداره. مگر شما بگید آقا چیکار بکنیم، یه مواردی پیدا میشه که ما دچار مشکل میشیم، حالا یا نداریم افضل فی الکل را یا تالی فاسد داره، اگر اصرار کنیم رو اونی که افضل است در کل، هرج و مرج میشه، اختلاف میشه. میگیم خب ببینیم این پیامد لازمه خود این شرط هست، یعنی واقعا این شرط افضلیت بود که ما رو به این تنگنا آورد، چاره این ناش برگردیم، این شرط پس اشتباه کردیم. یا نه شما یه پیشفرضی دارید در باب امامت که این پیامد مال اون هست، اتفاقا دال دارنه به اون پیشفرض شما باطله، ما فعلا که نباید بریم سراغ اونجا که اینا، بحث میکنیم انشاءالله. یه حد اقل هستن اونا، از قایت امامت هر چه باشه، ببینید قایت امامت، قرض از امامت هر چه که باشه بهش کاری نداریم، این شروط امامته و حد اقل هم هست. حد اقل با مثل تفتازانی و ایجی و عبدالجبار که اینا رو شرط کرده میتونه حرف بزنیم دیگه. حالا یک کسی گفت نه آقا من علم را شرط نمیدونم، اجتهاد شرط نمیدونم، فلان، اونو با اون کار نداریم. این دقیقا اینایی که از فحول قومن، از فحول هم صاحب حرف هستن، اینا را شرط کردیم، ما میگو افضل در همه شرطه. تجزیه پس منطقی نیست انصافا. بسال واقعی دیگه
افضل معنی دیگری نداره. نسبت به دیگران، نسبت به دیگر افراد در جامعه اسلامی افرادی هستن، یکیشون در این صفات، دو تاشون در این صفات بر دیگری برتری داره. نه، میگن پیامدهای سو ممکن داشته باشه. حرف آقایون اینه، این آجان تمام این تلاش خدا شاهده، لا شاهده، خدای واحد احد صمد شاهده، لا شاهده، اینا آمدن یک کاری کردن در صقیفه، حالا دارن براش مبنا درست میکنن. این اصل لب حرفه. من تا خب حالا ما که نمیتونه بگیم ناچاریم هی بیان یکی یکی بحث کنیم. این که آمدن گفتن اگر دیدیم که شرایط غیر عادی شد همشون رو بخون درست کنن، که خیلی خوب سلمنا علی ابن ابی طالب افضل است، اقضاکم علی، انا مدینت العلم و علیون بابها، نمیدونه حالا به هر جو گفتیم، تا بتونن تلاش میکنن این ادله ما را میرسیم انشاءالله، بحث زیاد داریم خدشه کنن. حالا اگر زورشون نرسید آخر دفعه میان آقا حالا اینا صلاح نبود، اصلاحت نبود، شرایط غیر عادی. این تمام اینا نوشتن قانون هست، بعد توجیه رفتارهای پیشینی خدا شاهده ها بیدم عرض میکنم، تشخیص هم اصلا نه چون شیعه هستم، تشخیص هم اینه که این انجامی یک کارهایی انجام شده در تاریخ دارم برای اینا درست من از این چیزا زیاد هست، هی مصدر سازی مدرک سازی برای اینکه ما حالا البته این بحث های بحث طلبگیه، بحث طلبگی که دیگه دعوای سیاسی و نمیدونم دعوای قومی و عربا نیست. حالا نگید آقا اینا بر خلاف فرمایشات آقا معظم رهبری حفظم، نه، بحث طلبگی کردن و مناقشه علمی کردن با رفیق بودن و دوست بودن که این منافاتی نداره، که اینا حرفا رو میزنیم، اینا ما میگیم شما این کارو کردن شما دارید دور میگید، نه بیاید اثبات کنیم، نه دعوا نداریم، حالا با هم دیگه رفیقیم صحبت میکنیم، منافات با اون نداره، این ادب رفتار اینا هست. اونا ولی علم و اندالله نگاه کنید آقای احمدی، اون ولی اندالله شاید یه عده زیادی اصلا نمیدونن، یعنی معتقدن که این درست انجام شد، یه عده یه ممکنه واقعا برسن نه کشف خلاف بشود، اما روی مسائل دنیوی اغراض اینا نمیدونن، اما نمیدونن یارم انسان نمیتونن روی مستاقه ها دست بگذاره، ما نمیتونیم، یعنی ما بلد نیستیم. آقای شیخ الاسلام سخنرانی خوبی کرد اونجا در حضور مقام معظم رهبری، انصافا خیلی سخنرانی قشنگی کرد، نمیدونم گوش کردید یا نکردید، ولی ایشان اون یکی خیلی مقدم گفت، چند کلمه بیشتر صحبت نکرد، یکی آقای موسوی صحبت کرد که نماینده رهبر است در منطقه، بعد نماینده اهل سنت در خبرگان رهبری آقای شیخ الاسلام، ایشون صحبت کرد، خیلی تمیز نوشته بود البته، ولی خیلی تمیز دنگی کرده، این ادبیاتشون هم اون خوبه، عدیب هم دیگه کردستان اون ادبیاتشون خوب و اشعار عربی خیلی خوبی تنظیم کرده بود در وصف مقام معظم رهبری، که شما از سلاله مثلا اهل بیت و ذریه پیغمبری رو، خیلی اشعار زیبا عربی با معنا متین ناخون، خیلی جالب بود. آخر دفعه هم این حرف را زد، حرف خیلی جالب انصافا، گفت ما در عرض دستورات جناب عالی، در عرض دستورات جناب عالی مشروعیت برای رأی هیچ کس قائل نیستیم. این حرفی رو مبنا، یعنی هر سنی باید اینو بگه اگر رو مبنا بخواد بگه ها، کمان که هر شیعی هم هاکذا، اگر روی مبانی فقاهتی و کلامی بخواد بگه همینه، چون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در این شرایط که حالا از در شیعه که اصل غیبت هست بحث دلت فقیه هست و این قضایی هم از در اهل سنت هم که اولی الامر دیگه، اونا که میگن اولی الامر یه آدمی دیگه، یه افرادی را اونا اولی الامر دونستن که عجیب و غریب تو تاریخ دیگه، مثل مقام معظم رهبری انصافاً پاک پاکیزه با درایت با متانت با حکمت، اصلا شما پیدا کنید مثل ایشون در روی کره زمین غیر از حالا معصوم و اینا و چنین شخصیتی، این مصداق اولو الامر نیست؟ یه جا هم دیدم نوشته بودن عتیق، این آیه نوشته بودن در اون مقری که آقا اونجا حضور داشتن، عتیق الله و عتیق رسول اولو الامر، این خیلی جالب بود واقعا،
که ما در عرض دستورات جناب عالی انشالله که این حقیقت هم داشته باشه انشالله باشه و ما مشروعیت و هیچ کس قائل نیست. رأی شما در مسائل کشور مبنای رفتار سیاسی اجتماعی ماست. های قانون اساسی هم مستثنی دیگه، قانون اساسی هم همین هم میگه، مبانی کلام و فقه شیعه هم همین هم میگه، مبانی کلام و فقه اهل سنت هم همین هم میگه. لازم میفهمید چون یه آدمیش دیگه، یک مسلمان هست، امشد حر هست، آزاد هست، رجل هست، هاشمی هم تازه هست دیگه. قرشی اونایی که میگفتن قرشیت شرط امامته، خب الحمدلله ایشون قرشیت نمیدن، یعنی صفاتی که اینا خودشون شرط کردن در ایشون وجود داره دیگه. مسلمون، حرون، رجلون، یعنی ذکرون که رجل باشه در مقابل بالغون، نمیدونم عالمون، شجاعون، حالا این همه داره. عادلون، من میخوام رو مبنا بگم، اگر واقعا کسی مشکل نداشته باشه همین حرف این آقا رو باید بزنه. یه حرف خیلی قشنگی زد، جالب گفت. اون آقای موسوی یه چیزی گفت که گفت در این منطقه روحانیینش مثل جاهای دیگه، نگفت کجا، میگم مثل بعضی از جاهای دیگر که مثلا ارتباط پیدا کنن با خارج و مثلا از جاهای دیگر اینا اینجوری کارا رو نکردن. این زندگی حالا ان شاء الله درست باشه خیلی خوبه، این خوبه، قوته. داخل هم مثلا گرایش پیدا کنن بدن من فلان اینا نکردن، به هر حال اینا خوبه، نکات خوبیش. و خدا رهبر رو واقعا حفظ کنه. آقا تو این موقعیت میدونید دیگه چقدر تبلیغات رو قومیت گرایی، یکی الان رفقای ما از مکه اومده بود دیشب رفتم خدمتشون، میگم من تلویزیون شبکه اینم عربستان رو نگاه میکردم، مثلا اقوامی رو اقوام، آمار کرد در ایران چقدره، کرد مثلا چقدره، من بلوط چقدره، هی اقوام رو درش درش نشون میدادن، به فارس که میرس مثلا رسیده بودن سعی کردن این فارس رو مثلا چیزی کم رنگی نشون بدن. یعنی اینا معلوم میشه رو حساب کردن آقا هم اطلاعات درجه اول داره. ببینید رو مسئله قومیتشون چقدر گویا فرصت هست، اگر چنین است کرد و ایران و اسلام، خدمت کرد به ایران و اسلام، یعنی از خودش حرفیه. حالا از اون طرف دوباره ترک و ایران، نمیدونم لور و ایران، بلوچ و ایران، از اون خودش یک مسابقه ای میشه که بین خدمت بکنن به ایران و اسلام، چه خوبی میشه. از اینکه حالا هی بخوان تو سر همدیگه بزنن، همدیگه رو مسخره بکنن، از لحاظ لباس، لحاظ لهجه، لحاظ این چیزا، اینایی که خب خدا لعنت کند شاه و دار دسته و پهلوی و اینا میدون اونها درست کردن دیگه، هی اینا علیه او این مثلا مثلک میکنه میزنه به او، مثلا اصفهانی ها اینجوری میگن، نمیدونم شیرازی ها اینجوری میگن، اون همون مسخره میکنن. گاهی هم تو تلویزیون خودمون گاهی ناخواسته این چیزا میشه، یعنی میخوان بخندونن مردم را، برای خندوندن میان مسخره میکنن، اون درست نیست. مخصوص داره که واقعا اینجوریه. من که هرچی خدا شاهده و یک بچه طلبه درباره رهبر هر چی فکر میکنم، این رفتار و حرکات ایشان میدینم انصافا عالیه، خیلی عالیه. توی این موقعیت بعد کردستان سخنرانی ها و دانشگاهی ها نخبه ها مردم عمومی چه مطالبی انصافا. اینا الان دیگه اگه کارد بزنید به این اسرائیلی ها و این منافقین و اینا خونشون در نمیاد، بس ناراحتن. بعدم اونجا راه پیمایی رفت پیاده روی که جایی که ناامن فلان، رهبر خیلی مسئله مهمی است دیگه، دیدین ملاحظه کردید دیگه، صبح رفتن اونجا برای اینا. خدا حفظ کنه، دعا کنید، یعنی واقعا هرچی میتوانید برای وجود ایشان مبارک ایشان، خدای متعال انشاءالله عمر با عزت عمر بده، همتون با سلامت با نشاط انشاءالله. من ماشین که دستای ایشون نشون میداد این رگها افتاده بود بیرون، دلم یه لحظه سوخت لاغر، دستاشو که داشت اینجور تکون میداد دیدم خیلی مثل یه مثلا آدمی داره 80 سالش باید باشه مثلا، نمیخوره، قصه زیاده، بار سنگی، حالا این نوال اینجورا باشه. یه لحظه چشم افتاد به این دست ایشون که تکان میداد، یعنی رگها خیلی افتاده بالا و هچه سه دست آدمی که خیلی پیر مرد فرسوده ای باشه، یعنی اینجوری خب بار خیلی سنگینه. حالا به هر حال دیگه از این قضیه هم جدا شدن، حرف شیخ الاسلام ما رو اینجا کشان که گفتش که من در عرض مطالبش دستورات شما ما مشروعیت قائل، حرف درستی چون مبناشونه. خب حالا از این هم گذشت میرسیم به از شاید خدمتون که مواد ناسازگار، موارد ناسازگار، یه 4-5 دقیقه اگر اذن بفرمایید من تمامش کنیم، یه این بحث تمام بشه نمونه. آره یه رو به من دیر آمدم یا آقای سلیمانی مطلبی بود داشتیم صحبت میکردیم کم دیر شد، بازم نمونه های ناسازگار رو پس بخوانید خودتون دیگه. اومدن گفتن آه این در تاریخ وقایعی است که با حرف شما نمیسازه. پیامبر زید بن حارثه را فرمانده اول کرد در جنگ موته، در حالی که جعفر ابن ابی طالب هم بود
جعفر ابن ابی طالب افضل بود بر زید، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مقدم داشت زید را در فرماندهی بر جعفر، مثلا این نمونه این. یا در قضیه اسامه، جیش اسامه، اسامه جوانی بود، این را فرماندهی داد بر همه شیوخ صحابه، بزرگان صحابه بودن، ایشون هم یک جوان بود بس افضل از او بودن و ایشون به اسامه فرماندهی داد، اینم تقدیم المفضول بر افضل از پیغمبر این کارو کرده. یکی هم که در عصر خلفا هست، در قضیه شورای 6 نفره که عمر واگذار کرد این را به اون 6 نفر، در حالی که یقیناً در بین 6 تا، حالا طبق نظر آقایان علی ابن ابی طالب و عثمان افضل دیگران بودن دیگه، طبق نظر آقایان هم اینجوره هست، افضل الناس بعد از رسول میگن ابوبکر است و عمر است و عثمان است و بعد علی ابن ابی طالب. خب بالاخره علی ابن ابی طالب و عثمان در بین این 6 تا بر اون افضل بودن، در حالی که عمر گفت نه هر کدام رأی دادن همون میشه امام، پس اینم که عمل صحابی که مثلا خلیفه باشه. اینا رو به عنوان موارد نقد آورد. مورد آخری که از نظر شیعه مشخص است، عمل صحابی حجت نیست، عمل صحابی حجت نیست، لذا تفرزانی هم گفته این بر شیعه استدلال نخواهد شد، صفحه 280 گفته از این استدلال و مانند آن برای اهل سنت اعتبار دارد، نه برای شیعه که تعیین امام را فعل حق میداند نه فعل خلق. راجع به اون دو مورد هم بنده توضیحاتی دادم که در فرماندهی جنگ غیر از امامت الکل است، امامت الکل در همه شؤونه، اما فرماندهی جنگ، در فرماندهی جنگ تناسل حکم و موضوع اون چه که به مسئله به اصطلاح قیادت الجیش مربوط میشه دخالت داره، این که نمیخواد در همه حالا امور اینها دخالت بکنه، در امر فرماندهی سپاهه. خب اسامه این خصوصیت را داشته، ما نمیدونیم، ما از فعل پیغمبر کشف میکنیم که ایشون جهتی داشته. در مورد زید و جناب جعفر هم یک گفتیم نقل خلافش هم هست، یه نقل هم داریم که فرمانده اول مثلا جعفر بعد زید، حالا مشهور البته اون نیست، مشهور اینه که زید. باز هم عرض میکنیم در خصوص فرماندهی لابا یه نقطه‌ای بوده، حالا یا فضیلتی داشته به شخصه برتر بوده یا فضیلت شخصیه نبوده، مصلحت القوم و الامه این بوده، همون نکته‌ای که قبلا هم عرض کردیم. بالاخره این در نقد حرف ما رو نمی‌کنه، فعل پیغمبره، پیغمبر اینجوری تصمیم گرفته، این اینجوری جوابشو گفتیم تمام. بله احسن جزاک الله خیرا، این درسته. در قضیه جیش اسامه امیرالمومنین علیه السلام نبود که آنها بر ما هم نقص کنن بگن خب از تعمیر که شما معتقدید در جنگ و غیر جنگ و بر همه افضل بوده، ایشون فرمانده و فرمانده شد اسامه ابن زید بر همه، خب از امیرالمومنین هم میشود. گفتیم نه، ایشون نبوده. به چه دلیل؟ به دلیل این که ایشان کنار پیغمبر بود و پیامبر هیچگاه در هیچ نقلی نیامده است که به امیرالمومنین خطابی کرده باشه، خطابی کرده باشه، فرمانده باشه چرا نرفتی، چرا شما اینجا هستی، هیچ مطلبی ما نداریم، در حالی که نسبت به دیگران داریم. وقتی دید ابوبکر و مثلا عمر اینا نرفتن نادیدشون، خب گاهی از هوش میرفت گاهی به هوش میامد پیامبر، گفت چرا نرفتید، مگر نگفتم که شما ها برید جهزو جهش اسامه اینا، و دیگران خطاب کرد، خطاب کرد، چرا نرفتی؟ امیرالمومنین کاملا کنار دست پیامبر بود، هیچ وقتم به ایشون اطابت رو نقل نشده. این کاشف از این است که ایشون در اون مجموعه نبوده، مستثنا بوده، پس از این نظر به لحاظ ما اشکالی نیست، در اون جهت هم که عرض کردن شما شد. خیلی خوب، میگه وقت چون تمام شد، اگر آقایون یه زحمتی بکشید، یه محبتی بفرمایید، از صفحه 203 این بخش افضلیت در پاداش و اخروی را مطالعهش بفرمایید، چون در بحث امامت اون اولیه خیلی مهمه تو مباحثی که ما داریم. بله این تا میرسیم 208 که حرف باقلانیه، حرف باقلان را، حرف باقلانی هم همین حرفیست که آقا در شرایط عادی افضلیت شرطه، حرف ایشون هم تنها نیست، چون تفتازانه گفت معظم اهل سنه و کثیر من الفرق، ولی در شرایط غیر عادی شرط نیست. حرفش این که شرط هست، خب ما هم گفتیم شرطه، منطور ما میگیم مطلقا،
اما این که میگوید در شرایط غیر عادی شرط نیست، این ریشهش به پیشفرض اینا برمیگرده. پیشفرضش چیه؟ که این انتخاب ناس است. انتخاب ناس. چون انتخاب ناسه، اون وقت ممکنه که اون فرد افضل پیدا نشه یا اختلاف بشه اونم چه بشه و اینا. خب میگیم این اگر شما اینا نگید، این فعل ناس بودن رو نگوید، آیا بازم این شرط افضلیت مقصد آوره؟ تالی فاسد داره؟ نه. تمام این تالی فاسد که میگویید هرج و مرج میشه و اختلاف میشه و چی میشه؟ به خاطر اینه که شما آمده اید گفتید تعیین الامام فعل ناس است. اینا نگید. اگه دیدید این شرط مشکل پیدا کرد، پس این پیشفرض شما مشکل داره. بلکه ما بالعکس از شرط بودن افضلیت چشم میکنیم برای اینکه این مشکلات پیش نیاد، میشه فعل الله. اینجوری صحبت بکنیم، نه اینکه یه پیشفرضی اول بگیریم اینا تغییر بکنیم. افضلیت که حکم عقل است رو بگیریم، کاشف قرار بدیم که فعل الناس است یا فعل الله است، اینا به اطلاع خودش بگذاریم، نه اینکه قبلا بیاییم بگوییم فعل الناس پس مشکل میشه. میگیم نه، مشکلی به وجود نمیاد. اینم حاصل خلاصه این نقد و بحث و بررسی است. اگر آقایون زحمتی بکشید که اینم مطالعه بفرمایید، اگر نکته البته برخورد کردید که سوالی هست، طرح کنید، استفاده میکنید، بحث میکنید. اگر یه سوالی به ذهنتون نیامد و مطلب شست رفته است و قابل قبول است، دیگه بریم سراغ اون بحثای عصمت که بحثای سنگین‌تری و مهم‌تری است ان شاء الله تعالی. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.